سلام، به برنامه اوش خوش آمدید. مهمان برنامه ما آقای عبدالهادی ارغندیوال، رئیس حزب اسلامی افغانستان است. بسیار خوش آمد آقای ارغندیوال. سلامت باشین، تشکر. در نخست در مورد حزب اسلامی شما میپرسم، شما هنوز هم تن مستقل هستین و یا با آقای حکمتیار یکجا شدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که شما مستحضر هستین، حزب اسلامی در طول 15 سال گذشته در افغانستان فعالیت داشته و در اینجا ثبت و راجستر است در وزارت عدلیه افغانستان. تا هنوز به مو حالت قدیمش باقی مانده، ولی ما امیدوار هستیم که در نتیجه تفاهماتی که جاری است بتانیم که یک حزب واحد قوی و سرتاسری را به وجود بیاریم. یعنی گفتگویتون با آقای حکمتیار در مورد یک حزب واحد اسلامی جریان داره؟ انشالله. خب خواستایتان و امو چیزایی که شما مطرح کردین در این تفاهم چی است؟ ببینین، یک مدت ما در اینجا فعالیت سیاسی داشتیم و اونا فعالیت نظامی داشته، ولی وقتی که دوباره با هم یک جا میخواییم شویم، یک سر اصولایی را باید که هر دو طرف بپذیریم و کار آغاز کنیم که چه نوع میتونیم که فعالیت های حزب اسلامی را به نوع احسنش در افغانستان تنظیم کنیم. خب شما گفتین که آیت در مذاکره است، اما شما به عنوان رئیس حزب اسلامی که 14 سال گفتین قانونی اینجا فعالیت کردین، حتما خواستای مشخصی هم دارین در چوکات حزب اسلامی، چی هستی خواستایت؟ ما به جز اصول و اساسنامه حزب اسلامی چیز خاصی دیگه رو توقع نداریم. میخواییم که در چوکات اونمو اصول و ضوابطی که ما داریم، کارهای آینده ما بر مبنای از او تعیین و تثبیت شود. اصولی که شما در حزبتان ثبت کردین و یا هم اصولی که از گذشته دنبال میشه؟ هیچ فرق نداره، بجز از اونمو مواردی که در حالت هجرت و در زمان جهاد مسائلی بود مثل قضا و نظامی و اونا، از او حذف شده، دیگه هر دویش یک اصول است که رعایت میشه. پس برای یک جا شدنتان مشکل کلانی وجود نداره؟ مشکل کلان وجود نداره. در مورد آمدن آقای حکمتیار، چیزی که توقع زیاد میرفت که آمدن آقای حکمتیار به کابل و کامیابی پروسه صلح میتونه که بخش تهدیدات امنیتی و در بخش ثبات تاثیرات مثبت داشته باشه، دلیلی که تاکنون ملموس نیست چرا فکر میکنید؟ ببینید، جنگ افغانستان جنگی است که متاسفانه از خارج بر ما تحمیل شده. ما انتظار یک شبه را نباید داشته باشیم که در همه موارد تغییرات جذری به وجود میاد، ولی ما امیدوار هستم که با آمدن حکمتیار صاحب یک بخش عمده مشکلاتی که در رابطه با جنگ در افغانستان وجود داشته حل شود، ولی این زمانگیر است و از طرف هم یک مدیریت سالم میخواهد. هنوز هم امیدوار هستید؟ یقینا. اما پس از آمدن آقای حکمتیار فکر نمیکنید که این امیدها و یأس مبدل شده؟ پس از توافق مردم هم بیشتر امید داشتن که آقای حکمتیار بتونه نقش عمده در مسئله صلح بازی بکنه، در مسئله کاهش جنگ بازی بکنه. شما میبینید که تحرکات دشمن بیشتر شده، این امید از کجاست؟ آخرین تلاش هایی است که در رابطه با تداوم جنگ در افغانستان به کار برده میشه، ولی ما امیدوار هستیم که در افغانستان صلح بیاید و آمدن حکمتیار صاحب یک باب خیری به طرف صلح است که باز شده و انشالله ای تعقیب میشه. تا هنوز بسیار زود است که ما قضاوت بکنیم، به خاطر که از آمدن حکمتیار صاحب بیش از یک ماه نگذشته تا حال، و تا هنوز هم برنامه های کاری و یک باید در رابطه با صلح و دعوت و انجام داده باشن اونا هنوز روی کار نشده. یک مدیریت سالم میخوایم عرض کردم که مدیریت سالمی که نظام حکومتی افغانستان هم در این رابطه همکاری جدی باشه. خب مدیریت سالم شما گفتین، آنچه که بیشتر توقع میرفت و امید بود که آقای حکمتیار نیروی مسلح خود بیاره داخل نظام بسازه، در چوکات نظام فعالیت بکنن، یک بخش جنگ کاش بده. اما اکنون دیدگاه بر این است که نیروهای مسلح حزب اسلامی تحت رهبری آقای حکمتیار در جبهات جنگ تاثیر زیاد نداشت. فکر نمیکنید که در بخش صلح هم آنچنانی که باید فشار وارد میشد فشار وارد نشد؟ شما اظهارات طالبان هم شنیدین پس از دعوت رکا آقای حکمتیار؟ طبعا طالبان باید یک سلام عمل نشان بتن، به خاطر که خود از اونا در جبهه دیگه در حرکت هستن، ولی هنوز بسیار زود است که ما در این رابطه قضاوت کنیم که در ظرف یک ماه باید بسیار تحولاتی در افغانستان به وجود بیاید و یک جنگ تحمیلی 16-17 سال در ظرف یک ماه
با یک حالت دیگه بدل شود. طبعا زمانگیر است که خود جناب یک مهتیار صاحب اینجا میاید، یک بخش از جنگ با آمدن خود از اینا ختم است. من مطمئن هستم که در یک کار منظم و حساب شده میشه که در صفوف دیگه هم تغییرات بیاید، ولی یک زمان را خود طبعا میگیره. کار منظم و مدیریت درست شما گفتین در صفوف دیگر هم تغییرات بیاره، اما این امیدواری را شما از کجا چی میگین؟ در حالی که شما میبینین که دشمن افغانستان دشمن بیرونی است، بر اساس آجندای بیرونی میجنگه، چیگونه امید برای شما دست داده که بر اساس یک مدیریت سالم در صفوف دیگر گروه ها هم تاثیرات وارد بکنه آمدن؟ من مطمئن هستم که هر افغان مسلمانی که در افغانستان زندگی میکنه با درک این واقعیت که تداوم جنگ نه تنها که سبب آزادی افغانستان نمیشه، بلکه سبب اسارت و بدبختی های دوامدار کشور ما و بربادی ملک ما میشه. بنابراین ختم جنگ در حقیقت آزادی رو برای ما بار میاره. اگر یک زمانی در زمان اتحاد شوروی ما جنگ به خاطر نجات خود انتخاب کرده بودیم، حالی من یقین دارم که تداوم جنگ سبب آزادی ما نه، بلکه سبب اسارت ما میشه. به این خاطر من مطمئن هستم که مردم افغانستان، خصوصا او کسایی که خود مسلمان میگن، به این واقعیت باید پی ببرن و از جنگ دست بکشن و به صلح بپیوندن تا ما دانسته باشیم یک افغانستان آزاد، مستقل و روی پای خود استاده داشته باشیم. آقای ارغندی وال، در بخش وضعیت جاری کشور، دلیلی که دشمن این روزها بیشتر قدرت نمایی میکنه در برابر نیروهای مسلح افغانستان و نظام افغانستان، شما شاهد سنگین ترین حملات تروریستی بودین، حملات حمله روز چهارشنبه که در صحیح وزیر اکبر خان صورت گرفت، دلیل شما در چی میبینین؟ اینجا واقعا ضعف برمیگرده به حکومت افغانستان و یا هم تحرکات قوی استخبارات بیرونی؟ هر دویش. در رابطه با عملی جنایتباری که بالای مردم افغانستان انجام شد که قربانی های از او مردم فرزندانی از امی مسلمانی امی سرزمین بوده که از دید ما قابلا مردود است و کسایی که این کار انجام داده یک عمل جنایتکار رانه و جنایتباری بوده که در اینجا انجام شده، ولی در عین زمان هم ما باید متوجه از این اصل باشیم که نظام ما هم ضعفای دارن که تا جلوی نمتر حملیات باید گرفته باشن. قبل از این که در داخل کشور و در مرکز افغانستانی عملیات را انجام داده باشن، باید دستگاه استخباراتی ما قبل از قبل این را پیدا کرده باشن. ضعفایی که ما در نظام خود داریم سبب میشه که دشمنای افغانستان بیشتر فعالیت های خود زیاد بسازن. خب دلیلی که حکومت از دید شما، دلیلی که حکومت در برابر این ضعف هایی که شما اشاره میکنین اقدام نمیکنه، ضعف واقعا وجود داره؟ شما میبینید که توریست ها با تمام قوت میاند، مردم افغانستان به قربانی میگیرن، برای عملات توریستی انجام میده، دلیلی که حکومت توجه نمیکنه، فکر میکنین در چی است اصلا؟ ببینید، یک حکومتی که تا هنوز متاسفانه 3 سالش میگذره قادر به این نشده که کابینه خود تکمیل بکنه، این خودش یک ضعف بزرگ است که ما میبینیم. تا هنوز ما وزیر معدن نداریم، تا هنوز ما وزیر اطلاعات و فرهنگ نداریم، تا هنوز ما وزیر سرحدات نداریم، یک تعداد وزرای دیگه هم که در پارلمان رأی عدم اعتماد گرفتن تا هنوز بر جا باقی ماندن و نتانستیم که این معضله، این مشکل حل کنیم. وقتی که در یک اداره ما مسئول اصلی اداره را نداشته باشیم، چطور میتونیم کار پیش ببریم؟ ما امروز وزیر دفاع نداریم، ما امروز در بخشای امنیتی خود ضعفای جدی داریم. شما گفتین حکومتی که قادر نیست که کابینه خود تکمیل کنه، یعنی به این بار اصلا قادر به این هم نیست که جلو دشمن بگیره؟ اونا متاسفانه حالت همه طور است، اما من مطمئن هستم زمانی که ما یک وحدت کلی را در افغانستان بتانیم به وجود بیاریم و صفوف مختلف افغانستان با هم یک جا باشن، میتونیم که معمول برآورده بسازیم. همه چیز برمیگرده به اختلافات را که رهبران حکومت داره. شما میبینین که مجموع چیزی دلایلی که شما اشاره کردین، کابینه تکمیل نیست، وزرا هنوز هم سرپرست هستند، در بخش ضعف امنیتی هم، همه برمیگرده به اختلافاتی که دو رهبر حکومت وحدت ملی داره و در درون هر تیم باز اختلافات خودش
وجود داره. فکر میکنید با این اختلافات شبه این حکومت کشتی شکسته کشور به مسائل آرام برسون؟ بیشتر ارتباط میگیره با خود زمامدارای ما. باید اینا یک ارزیابی جدی بکنن که میتونن با امی وضعیتی که دارن اینا و ای کشتی شکسته ما را به ساحل بکشانن. یعنی ما خودم زیاد باور ندارم. شما فکر میکنید که دارن اگر اینا جدی اقدام بکنن و به حال از این ملت بیچاره رحم بکنن، باید در این راستا توجه خاص را مبذول بدارن، نه به خاطر منافع شخصی و نه به خاطر قدرت نمایی های شخصی، بلکه به خاطر منافع ملی مردم افغانستان و به خاطر رضای خدا. یعنی شما فکر میکنید که مجموعه بحران موجود ناشی از خواستهای شخصی رهبرای حکومت وحدت ملی؟ یقینا نمطور است. اما شما به عنوان حزب اسلامی، شما عضویت شورای حراست و ثبات هم دارین، از اعضای ارشد هستین، شما باید فشار وارد بکنین بر حکومت به عنوان گروه اپوزیسیون و گروه بیرون از حکومت. فکر میکنید که اگر واقعا فشار وارد نشه و این حکومت بتونه که وضعیت مدیریت بکنه؟ متاسفانه ما از این بخش ناامید شدیم. امید زیادی به این نداریم که خود حکومت بتونه که با امیر روال فعلی خود افغانستان از این مشکل، از این معضل خارج بسازه. شورای حراست ثبات از ابتدای به وجود آمدنش در سه بود پیشنهاد داشت به دولت. ما از ابتدای مرحله نمیخواستیم که در صدد براندازی نظام، نه بلکه در صدد اصلاح نظام بودیم. در سه بخش ما میخواستیم تغییرات جذری به وجود بیاید که اول در بخش امنیتی بود، دوم در بخش حکومتداری بود و سوم در بخش اقتصادی بود. ما در اولین ملاقاتی که با جناب رئیس جمهور افغانستان داشتیم، او زمانی بود که قندوز سقوط کرده بود و در اون مرحله با ما جناب رئیس جمهور پذیرفت که در این ساحات با مشوره ما تغییرات را به وجود میاره. شورای حراست ثبات در اون مقطع از زمان تعهد بسته بود که با حکومت همکاری جدی را در هر سه بخش انجام بده، ولی متاسفانه بعد از اینکه معضله قندوز حل شد، حکومت هم به باد فراموشی گذاشت، دیگه اصلا در اون رابطه تماس هم نداشت و حال ما از او بابت مطمئن نیستیم. که شما گفتین که ناامید هستین از اقدامات حکومت، اما این حکومت باید کار بکنه تا پایان عمرش. زمانی که ناامیدی به این حد رسیده، شما مجموعه قضایا رو هم دنبال میکنید، قوت دشمن، بس سقوط ولسوالی ها، تهدیدات برای ولایات، تحرکات دشمن در پایتخت افغانستان، فکر میکنید چی کار باید صورت بگیره تا این ناامیدی به امید تبدیل شود؟ من خود امید دارم به تغییراتی که در افغانستان به وجود بیاید. متاسفانه در طول مدت گذشته پالیسی های یک از کشورهایی بوده که افغانستان در جنگ نگاه کنند تا بتانند که آهسته آهسته به کشورهای آسیای میانه نفوذ بکنند و بالاخره روسا عقب رانده شد و چینایا را در مقابلشان خط حائل جور شود و بالای منابع نفت و گاز منطقه مسلط شود. ولی تحولات جهانی چنین نشان میده که دیگه او امیدا دیگه به سر نمیرسه. از این خاطر من فکرم به این است که او کشورهایی که در صدد رفتن به کشورهای آسیای میانه بود از او گذشتن. بنابراین در افغانستان میخوان که دوامدار باقی ببانند. به خاطر دوامدار باقی بودنشان در افغانستان به صلح ضرورت دارند و از این خاطر هم است که ما شما میبینیم که در مطبوعات بعضی از کشورها در رابطه با غنای افغانستان بسیار صحبت میشه. در این روزا هر راپوری را که میبینیم، چی در بخش نشرات تلویزیونیشان، چی در بخش نشرات دیگه که دارن، در رابطه با غنای افغانستان بسیار بحث صورت میگیره تا مردمای خود از اونها رو قانع به این بسازن که گویا افغانستان یک کشور فقیر نیست که ما در اونجا میخواهیم باشیم. این در بود خارجیش است، اما در بود داخلی شما به این باور هستین که همین حکومت توانمندی از این داشته باشد تا وضعیت به طرف ثبات مدیریت بکنه؟ امید است که اینا خود تغییر بیارن و در این راستا کار کنند. نه، توانمندی دارن و یا هم نه؟ اگر بخواهند که توانمندی را به وجود بیارن میتونن، ولی با وضعیت فعلی، با حالتی که فعلا قرار داره، نه. چه
چیزی را که حکومت شما گلایه داره به عنوان یک جریان آقای ارغندی با شما در حال انتخاب میگن این که حکومت میگه که زمانی که شما مشوره میطلبند به ویژه از شورای ریاست شما مشوره نمیتونید و نشست مشورتی را تحریم میکنید. بله، زمانی که ما احساس میکنیم که هیچ نوع مشوره در طول یک و نیم دو سال گذشته کسی نگرفته، بنان مشوره دادن اصلا ارزش نداره، صرف به خاطر از اینکه برای میدیا و برای رسانه ها نشان بدن که گویا ما در این مجالس شرکت کردیم ولی مشوره هایی که ما در او رابطه میتیم کسی به او توجه نکرده. اما حکومت میگه که شما مشوره کتبی ندادید، تنها در حد بسای رسانه ای مطرح نه کردیم. نه، ما جدی برشان مسائل مطرح کردیم، حتی در امیسه بود ما با اینا مشوره خاصی داشتیم که پیشنهاد ما این بود که در صورتی که دولت بخواهد که در این سه بود ما با اینا همکاری جدی را انجام بدیم، در او زمان ما آماده تفصیل طرح خود هستیم، ما طرحهایی را در این رابطه داشتیم، روی دست داشتیم. یعنی حکومت از شما چون این چیزا نخواست؟ نه هرگز. اما آقای ارغندیوال، شما اگر به مجموع اقدامات حکومت توجه بکنین در بخش حکومتداری سلیقه‌گرایی فوق العاده بیداد میکنه. شما میبینین که گروه های تروریستی جنایت انجام میده اما هیچ تغییری در ساختار نهادهای امنیتی وارد نمیشه. پس از حمله شاهین وزیر و لویدرسیز وزارت دفاع افغانستان استفاده داد اما آنها دوباره به عنوان سفیر مقرر شدند. حمله که چهارشنبه در وزیر اکبر خان صورت گرفت، شما میبینید که هیچ کاری تاکنون صورت نگرفته از طرف حکومت افغانستان. زمانی که از شما هم مشوره خواستن همیشه حکومت میگه که شما برایشان مشوره نمیتین، وضعیت همچنین ادامه پیدا میکنه، سلیقه گرایی در درون حکومت هم بیداد میکنه، بحث اختلافات هم بیداد میکنه، فکر میکنید که چی باید راه حل چی است؟ ما به این باور هستم که زمانی که حکومت ناتوان میشه و توانایی از این را نداره باید به یک مجلس بزرگ دعوت بکنن که در اون مجلس بزرگ رهبرای سیاسی جهادی افغانستان هم شرکت داشته باشن، از اینا راه حل بخواید و به او عمل صورت بگیره. تمام اقشار افغانستان باید در این مجلس نمایندگی داشته باشن تا روی یک طرح درست به توافق برسن و دولت هم او طرح را عملی بکنن. فکر میکنید که حکومت چون این کار را بکنه؟ باید بکنه، دیگه چاره دیگه بر باقی نمانده. اما ظاهرا حکومت بر همین وضعیت تاکید داره، میگن که ما وضعیت خوب مدیریت میکنیم. این وضعیت کنونی خب ما شما میبینیم مدیریتش چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟ آقای ارغندیوال، بحث فاصله مردم با حکومت، شما شاهد اعتراض مردم بر علیه حکومت پس از حمله تروریستی خونین در کابل بودین که اعتراض کننده ها با خشونت مواجه شد و سرکوب شدند. اما فکر میکنید که راهی را حکومت به پیش گرفته در خصوص حکومتداری، بحث پاسخ دادن به مردم، واقعا این راه درست باشه؟ نه، ما پیشترم عرض کردم که رای را که اونا انتخاب کردن رای مناسب نیست. در این شک نیست که هر افغان اینجا حق داره که نظریات خود، خواسته های خود، چی به شکل مظاهرات، چی به شکل نوشتار، چی در رسانه ها ابراز کنند و چی به شکل مظاهرات خیابانی، و هیچ کسی حق نداره که جلو وزیر بگیره و عمل خشونتبار ما از هر جنایی که باشه او را مردود میدانیم. ولی در عین زمان ما برای کسایی که در این مظاهرات اینام شرکت کردن بر از اونا هم میگیم که ما وقتی مظاهرات میکنیم در امو حدودی که ایجاب میکنه و برای ما قانون اجازه میده در امو محدوده باید حرکت خود انجام بدیم. نشوه که در یک حالتی که ملت ما در غم یک تعداد عزیزان خود میسوختن ما یک غم دیگه را بالای از این غم بیافزاییم که متاسفانه این کار شد که ما به تمام شهدای هر دو حوادث دعا میکنم که خداوند روحشان شاد داشته باشه و برای کسایی که ضعف داشتن در مدیریت و در نظارت به امنیتی برای از اونا توجه جدی را میخواهیم و اگر نمیتانن باید بگذارن که کسی دیگه جایشان را بگیره و همچنان برای کسایی که در عقب برنامه های
مظاهرات اینا قرار می داشته باشند و می خواهند که ایرم نیست وسیله به خاطر اغراض شخصی خود انجام بده و جوانای عزیز ما را که نوجوانایی که امید آینده کشور ما به اینا است، این جوانای ما به ناحق استفاده شوه و از اینا استفاده ابزاری صورت بگیره، این کار به حق ملت افغانستان نکنه که تاریخ افغانستان نمی بخشه این مردم. چیزی را که آقای حکمتیار هم تاکید کرد در آغاز سخنرانی‌هایش در زمانی که آمد و شما هم به عنوان عضو شورای رسالت ثبات، چند با شورای رسالت ثبات هم تاکید داشته، بحث انتخابات است. انتخاباتی که هنوز هم سرنوشتش نامعلوم است، هنوز هم کمیسیون میگه که طرحش در گرو کابینه افغانستان است، بس تقویم انتخابات اصلا معلوم نیست، اصلاحات انتخاباتی هم کلانترین پرسش ها در موردش مطرح است. فکر میکنید که این حکومت اراده برای برگزاری انتخابات پارلمانی داشته باشه و حداقل برای مشروعیت دادن به این نظام؟ متاسفانه ما فکر میکنم که اراده ندارن، به خاطری که 3 سال گذشت، در این 3 سال گذشته باید اصلاحات در نظام انتخاباتی ما به وجود میامد تا ما میتونستیم که اگه انتخابات سالم به وقتش در افغانستان برگزار بکنیم. حالا از اون زمان هم گذشته، تا هنوز هم یک برنامه دقیق و مدونی که بتانه بر مبنای از اون انتخابات آینده ما صورت بگیره وجود نداره. تا هنوز حتی در کمیسیون را که اینا تعیین کردن، چون بر اساس یک اصل سالم چیز تعیین نمیشه، در امو کمیسیون هم یک عالمی از مشکلات وجود داره. بین کمیشنرهای خود ما در رابطه با انتخابات مشکلات زیاد وجود داره، تفاوت نظرهای وجود داره. ملت افغانستان در کشور خود انتخابات میخواین و انتخابات شما میگین که حکومت اراده نداره برای ما. متاسفانه که با می شوی که اینا کار پیش میبرن، ما باورم نمیشه که اینا تا زمان ریاست جمهوری را هم موفق به یک انتخابات مطمئن برای مردم افغانستان شوند. اما بالاخره بر حکومت باید فشار وارد شوه طبعا. تا در بخش برگزاری انتخابات، حکومت که خودی بر اساس توافقنامه سیاسی به وجود آمده، پارلمان هم وارد سال هفتم، در سال هفتم کاریش است، این فشار رو باید کی وارد بکنه؟ این فشار رو باید احزاب سیاسی افغانستان. خب شما چی کردین در بخش وارد؟ ما خواه از طریق حراست و ثبات هر روز پیام میدیم برشان و هر روز هم در صدد ازی هستیم که چطور میتونیم از راه معقول دولت به این متقاعد بسازیم که باید حتما انتخابات صورت بگیره، هم انتخابات ولسی جرگه و هم انتخابات ریاست جمهوری، که به هیچ صورت هیچ نوع توجیه دیگه وجود نداره که این به تاخیر بیفته. بسیار تشکر آقای ارغندیوال عزیز که به خورشید فرصت گفتگو دادیم. تشکر از شما. و شما هم تشکر بنده عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.